شما میخواین تزریق ارزانی انجام بدین، ما باسن رو به 4 ناحیه تقسیم میکنیم. خب به 4 ناحیه تقسیم که کردین میشه در واقع 4 تا ناحیه است، ناحیه بالایی و خارجی، یعنی ناحیه که شما میخواین تزریق کنین این ناحیه است. خب 1 2 3 4 و این ناحیه 4 یعنی ناحیه بالایی و خارجی میشه محل تزریق ما. و الکل هم شما میزنین، پنبه باید دم دستتون باشه، نحوه در واقع الکل زدن هم به این صورت باشه که شما از مرکز به سمت اطراف میرید، به این حالت به سمت دورانی، به سمت دایره‌ای از مرکز شروع میکنی به سمت اطراف، در واقع این به این حالت ضد عفونی میکنی. ضد عفونی که کردیم ما این در واقع نوروبیوم هم که کشیدیم، من قبلا تو ویدیوهای قبلی گفتم که به صورت دارتی اگه بخواید مریض درد تحمل نکنه به صورت دارتی میریم داخل، و چون این عضله که حجم خوبی داره نیاز نیست که تو دستتون بگیرین، ولی بعضی از مریضایی که میگم لاغرن باید تو دستتون عضله رو جمع کنین و به این حالت 90 درجه تو این قسمت میرین داخل به این حالت، و یه مقدار از سوزن هم اگه بیرون باشه برای حالا امنیت، ایمنی و امنیت بیمار بهتره. آسپیره رو حتما باید بکنی، حتما یکی از اصول اصلی تزریق اینه که آسپیره بکنی. آسپیره میکنی ببینی خون میاد یا نه، اگه خون نیومد یعنی توی عضله هست، توی رگ نیست. بعد آرام تزریق میکنیم، به آرامی تزریق میکنیم. در واقع این دو تا تکنیک، یعنی تکنیک تزریق دارتی و تزریق آهسته رو، که دو تا در واقع تکنیکی که برای تزریق حرفه‌ای، یعنی که بیمار درد رو تحمل نکنه، ما این دو تا تکنیک رو باید حتما اجرایی کنیم. و در واقع این در واقع تزریق عضلانی بود که این ناحیه 1 2 3 4 ناحیه بالایی و خارجی میشه محل تزریق. ضد عفونی کردن هم حتما یادتون باشه دورانی باشه، و تزریق 90 درجه آسپیره حتما باید باشه. اگه خون نیومد آروم تزریق میکنی و در واقع به این راحتی تزریق عضلانی شما میتونید توی خونه انجام بدی. وای زبان سلام. تزریق آی ابرا، تزریق عضلانی اینم که سفتگرکسون هم آنتیبیوتیکه، یا باید آی ام باشه یا آسپیرین میکنیم که خون نیاد. اگه خون نیومد بعد یه آروم آروم تزریق میکنیم. درد داره ببخشید. آسپتیک میکنیم چون قبلا سپتیک بوده، مثل اینکه میذاریم خوش میشه و آمپول هواگیری شده آماده تزریق، محل عمل و اطرافش رو میگیریم و با یه دوله داریم جمع میکنیم. نفس عمیق، تزریق رو باید 15 ثانیه طول بکشه، ولی فکر کنم با سلطان انقدر آمپول زده عضلات باسن خیلی سفت شده. اینو بهش کن تو که زرنگی، تو که ادعاات میشه اینو بهش کن. میرم اوه کلم چی بود؟ خود تو کلم با سلام برو کلم میشکنم. اوه داداش خود دارم آمپول میکشم، باید میکشم. دولو خان دولت داره بگه نیویسل نمیشکنه، داستان داره این چی میگه. چی گفت همین رو صبح به من داد گفت برو بزن ده نمیشکنی، یه دور چرخون دونجا یکی دیگه دار گفت این آمپول بعدی میشه، قول بهت میدم به همین بعدی شد تو قدیم. آقای رستم هستن متاسفانه اینجا داره پرده ها رو عوض میکنه. پرده ها رو زده بمیش الان داره عوض میکنه. روش حرفه‌ایه، هر کسی نمیتونه اینطور بزنه.
مرسی که درسی و مرسی که خرسی. دیزا دیزا با یه لحظه نفرینت کردم باشی تو خلط کردی که به منو نفرین کنی باشه ازم الان بیمابر بین آره بریم بریم تازه غذا بانیم یه دست که بیم تازه غذا بانیم اسپیره می کنیم تمامه نه توش نمی خواهد اینقدر توش داری میگه بتامتازون آمپول بتامتازون تزریق آی ام تمام دکتر کوزاز هست در واقع بعد دسته چه اتفاق افتاده بود؟ دستش گریده شده با چی؟ با حلبی آلوده و ما میخواییم این واکسن رو نایه دلتوریدش تزریق کنیم ما اینجا این قسمت استخون اینجا چیز میزنیم؟ الکل میزنیم این قسمت؟ دلتوید دلتوید از روی دلتوید و الکل که زدیم نه برای چنل یوتیوبشون میگیرن منم تزریق آسپرین کنیم اگه خون نیامد بعد دیگه آروم تزریق میکنیم یاد خون که میاد اون چی طبیعیه چون عروقی که بین در واقع وقت سوزن وارد میکنیم عروقی که هست این عروق آسیب میبینه برای همین خونی که میاد طبیعیه موردی نداره خب تزریق عضلانی میخوام انجام میدیم به صورت دورانی پنبه رو میزنیم دو تا آمپول هست که ما قبلا اینو توضیح دادیم آسپیره میکنیم و تزریق رو انجام میدیم یکیش و تعمل کن آسپیره و تزریق رو انجام تزریق با دیکلوفناک مریض درد کلی است درسته؟ برومتازین دارویی که اصلا آیوی نمیتونی تزریقش کنی فقط؟ ها آیمه آره بعد آیمه آره از اون به شکم بخوابه به شکم بخواب بابا چرخ به شکم بخواب با دو تا آمپول رو خواهد بزن خواب تکو نخ من تو کانالم تزریق آموزش از غذایی گذاشتم من میتونی می خواهد نگاه کنم هیچ خاصی یه آسپیره می کنی خب یه خون نیمد یه آروم تزریق کاری نه این یه دونه میتونی اون برمی کنی یه مر بزنی خب ولی در نهایت مجموعش بیشتر 5 سی سی نباید بشه بسیار عالی ناحیهش مهم نیست ناحیهش رو بگیم یه چهار ناحیه تقسیم کنیم چه ناحیه خارجی و
اگه دیگه خلاص میشه خارجی کشی میشه ناحیه فوقانی و خارجی، یا آسپیرین حتما با بکنم. اگه دیگه خون نیامد یعنی جاش خوبه، آروم تزریق بکنم. از زاویه‌اش هم 90 درجه باید باشه. یه ذره بخواب بعد بدن تو شروع کنم فکر کنم نه قبل اینکه ادامه ویدیو تماشا کنین، ما اومدیم داخل کانال ویدیوها رو دسته‌بندی کردیم بر اساس موضوعی که دارن و در واقع یه پلیلیست تهیه کردیم و اگه شما داخل کانال تشریف ببرین انتهای کانال یه سری پلیلیست ها هستن که بر اساس در واقع موضوعاتی که اون ویدیو داره دسته‌بندی شده و مثلا پلیلیست چند دقیقه و پرستاران رو داریم، پلیلیست رگگیری و در واقع سرم تراپی رو داریم، تزریقات رو داریم، پلیلیست تزریقات رو داریم، پلیلیست بیماری ها رو داریم و در واقع ما اومدیم ویدیوها رو بر اساس موضوعی که دارن دسته‌بندی کردیم که شما راحت تر بتونید ویدیوها رو تماشا کنین و در واقع کار شما رو راحت کردیم. و مثلا کسی که بخواد رگگیری رو یاد بگیره، ما اومدیم تمام ویدیوهایی که مربوط به رگگیری هست رو داخل اون پلیلیست قرار دادیم. پس میتونین تشریف ببرین داخل کانال و انتهای کانال در واقع اون پلیلیست ها هستن و میتونین از اونها استفاده کنین. شون کن بابا. یکم بخواب خب؟ نخونی
هزینه داره؟ میخوای دو سه دفعه سوراخش کنی هزینه بر طرف بشه. آره. اونجوری بهتر. این دو کورتیزونشون، اون آنتی بیوتیک سفازولین. اینا کلورفنامین که می‌خوایم اول یه ازرایی بزنیم بعد شروع دست کردش. اول برم یه ازرایی بزنم. یو یو سیمبولم تازه. شاید که دان شد. Oh.
میشم. شما آمپول میزنی؟ نه ما کجا کار میکنی؟ نه مالی خودش به شکم بخواب پردن رو یه جوری بزن که بتونی بریم خواهیم دو من صحبت کنیم میگیره؟ آره صحبت بعدا یه ادیت بزن دیگه باشه تایشو هوا نداری بزنیم هوا نمیکشه نه؟ دلو جل تذریب بکنم حواسی راحت میره تیم رفت گوش ولی عباس همون اولش هم باید میزد تو آسن داداش این دارو یکم میسوزونه خاصیت شده یکی دیگه هم هست دارو بیانه عباس شما گفت گفت در مقتای نمید بذار لوکیشن دولا با بده بذار مردی سمید تمومه بعد بعد ببرش شما یه رفی دمش شما یه مرسی خب هپاری میکشیم وقتی که سرنگ انسولین نداریم ما هپاری نمیکشیم این میخوای سابکی بزنیش آره سابکی میزنم اینجا خیلی مهمه تزریق به صورت 45 درجه سابکی باشه الان نمیتونیم سرنگ نداریم ولی تو موقعی که اورژانسی مثلا نداریم میتونیم این کار بکنیم بزن بزن اینجا خیلی اینجوری به صورت 45 درجه میریم داخل میزنیم در میریم جاوش از همکارم بپرس کنه پایین باشه از این قضاوانی با دانشوی پرستاری بریم دگزه؟ پرومتازین داره، دیکلو داره، دیکلوفناک و هیوسین؟ یه دارم هیوسین واسه مشکل سنگ خوردی هست اوکی سپاس بیکرم دو پنجه کجاست خانم؟ چه؟ یه نفس عمیق بکش. بده بده. یه نفس عمیق دیگه. آمپول خونساز اکسپریتی خب نحوه زدنش هم الکل میزین اطراف ناف و یه ذره پوست جمع میکنیم این حالت تزریق میکنم خزای رگیری هم بعد آره خزای آره این توبه هم میکنیم کارش داره صبح مریض هم نگه آماده بخواب خدمات پرستاری داشتیم اونا دیگه میخواییم دیکلوفناک و پرومتازین لب سمت فوقانی خارجی فوقانی خارجی هم ای خدا میدونی کی بود نصبیری میکنیم چطه میزشت
این حجمش زیاده باش. دو طرفه اینجوری میکنه؟ چطور چی؟ میگم دو طرفه دوش دوار میشه دیادی بینیمشه فقط دو طرفه اگه ورزش اینجور ورزش حساب میشه این مدیمت هم خوب بکنی ورزش کنی اصلا سنکوزی نمیدونی شاید مالیات کم میکنی یه جا نگهبان بودی دشوی نداشت میرم تو دقلی به نیگه داشتی میدونیم دوشوی بلد بیان میزنی کترالا که؟ آره کترالا که